سلام، فیلم تاک تو می رو نمیدونم دیدید یا نه. یه فیلم ترسناکه که توی این بازار سینمایی که همه جور فیلمی الان زیاد شده و فیلم ترسناک هم خب به خاطر اینکه مخاطبه های سن حتی کودک، نوجوان و جوان رو هدف خودش داره، معمولاً فیلم هایی که جذابه برای مخاطب و اون رو خیلی میپسندن. تاک تو می، من خودم حقیقتا فکر نمی کردم که در انتهای فیلم یه فیلم ترسناکی ببینم که بتونه من راضی بکنه. از همون زمانی که کلبه وحشت و جنگی رو اینا رو به ما میگفتن به عنوان یک فیلم ترسناک تماشا بکنید، من هیچ فیلم ترسناکی رو تا الان به یاد ندارم که تونسته باشه واقعا حس ترس رو ایجاد بکنه. ولی انگار تاک تو می فرقایی با بقیه فیلم ها داره و این رو هم توی نتایجی که این فیلم از سایت های مختلف گرفته میشه فهمید. امتیازات بالایی توی سایت های راتن و متا و آی ام دی بی گرفته و هم بین مخاطبای سینما هم منتقدین تونسته موفقیتی از لحاظ کسب امتیاز داشته باشه. Go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. همراه من رضا رحیمی فرد و حسن اجرایی هستن. قرار راجع به تاک تو می صحبت بکنیم. حسن شما صحبت میکنی یا رضا؟ اول حسن صحبت. هر کی بیشتر ترسیده. آره. من کلا فیلم های اکشن و ترسناک و اینا رو کلا دوست ندارم، یعنی اگه به خودم باشه هیچ وقت همچین فیلم هایی رو نمیشنم نگاه کنم. ولی میخوام بگم با این حس نشستم به دیدن، ولی خب خیلی فیلم برام جذاب بود و دو تا نکته فیلم خیلی جذبم کرد. اولی این که خب ما یه فیلم درباره جن دیدیم و احضار ارواح و اینا، و من اگه خودم میخواستم فکر کنم که چجوری میتونیم یه فیلم درباره احضار ارواح بسازیم، یه جوری میشد که انگار مثلا میخوایم یه فیلم دینی بسازیم مثل اغما، نمیدونم همچین فیلمایی، و اینکه یه کسی بتونه احضار ارواح رو در یک قالب جذاب، سرگرم کننده و ترسناک بسازه به نظرم خیلی چیز خوبیه. مسئله دوم هم بحث روانشناختی بود که یه اتفاقی مثل فیلم The Banshees of Inisherin توش افتاد که ما با یه خودی مواجه بودیم که برامون خطرهای خیلی وحشتناکی ایجاد میکنه، و این خیلی تو داستان به نظرم خوب جا افتاده بود که این دختره که ما بهش پناه دادیم باعث یه فجایعی میشه که بالاخره دوستانه خیلی با محبت از روی دلسوزی این کارو کرد و این پسره رو آورد که اینو تست کنه، ولی اتفاقایی که افتاد اتفاقای خیلی وحشتناکی بود و این هم هی تداوم پیدا کرد و این اعتماده هم سر جاش بود و این برای من خیلی جذاب بود که با اینکه مثلا در پله اول دیدن که این دختره چقدر میتونه خطرناک باشه، اما هی این اعتماده زیاد شد و حتی مامانه شرمنده شد که چرا من با تو اینجوری برخورد کردم. میخوام بگم حالا این هم از اون وجه احضار ارواحش خیلی برای من جذاب بود، هم از این وجه روانشناختی و تربیتی ماجرا. خب تا الان ما سعی کردیم که داستان رو اسپویل نکنیم، لو ندیم، ولی دیگه از اینجا به بعد فکر نمی‌کنم کاری از دستمون بر بیاد. بذار داستان رو برامون تعریف بکن بعد بگو راجبش. نمیدونم، من خیلی عادت ندارم قصه های فیلم ها رو اسپویل کنم، درخواست بیشرمانه. ولی یه برنامه ساخته 26 قسمت در همه فیلم ها رو اسپویل کرد، 30 ثانیه اول اون برنامه همه فیلم ها رو لو دادید اسپویل کردید. خیلی بد. هر کی میدید میگفت برنامه نمادین رو نمیدونم دیدید یا نه. برنامه بود که ما برای تلویزیون ساختیم، 26 قسمت 26 فیلم خارجی تو حوزه حالا دینی با تمهای دینی رو راجع بهش صحبت کردیم که پخشش تموم شد. شما میتونید از آرشیو تلویزیون نمادین رو هم ببینید.
اونجا دوستان آزادانه همه فیلم ها رو به خیال راحت لو دادن، اسپویل میکردن دیگه، برای مخاطب هیچ جای سوالی باقی نمیموند. اینجا هم ما سعیمون بر اینه که لو ندیم، ولی خب واقعا همه اطلاعات راجع به فیلم ها حالا تو فضای اینترنت موجوده. من فکر نمی‌کنم کسی که حرفه‌ای فیلم بین باشه، ولی من فکر می‌کنم یه برنامه سینمایی باید حواسش به این بخش باشه، یعنی باید فرض رو بر این بذاره که یه مخاطبی هست که ممکنه مایل باشه یه گفتگو در مورد یه فیلمی رو ببینه ولی از داستانش باخبر نشه و این اون شوق دیدن فیلم همچنان توش زنده باشه. خب اشکال نداره. الان رضا در دو دقیقه فیلمو اسپویل میکنه، شما که دوست نداری دو دقیقه زنگ بزنید. آره دیگه، آقا خطر اسپویل. ماجرا ارتباط با عالم ارواح و اینکه ما یه مجسمه یه دستی رو داریم که با یه ماجراجویی نوجوانانه یا جوانانه یه عده جمع میشن و با این مجسمه دست دست میدن و انگار به ارواحی که سرگردانن میگن که یا با من حرف بزن و تو قدم بعدی بهش اجازه میدن که اونا رو تسخیر کنه، یعنی بدن خودشون رو در اختیار یه روح سرگردانی که حالا بر حسب اتفاق احتمالاً اونجا حضور داره یا همون حوالیه بهش اجازه میدن که اونا بدنشون رو تسخیر کنه و میزبان یه روح سرگردان میشن با تمام دردها، رنجها و همه ماجراهایی که از سر گذرونده و این یه تایم مشخصی داره، اگه بیشتر از اون 90 بشه 90 ثانیه و بیشتر از اون بشه حتما فاجعه به بار میاره و اینو ما تو بستر شخصیتایی که از اول قصه دنبال میکنیم این واقعا باعث یه فاجعه میشه و ما اون فاجعه رو دنبال میکنیم. حالا من میتونم قصه رو از این قشنگتر تعریف کنم ولی به همین چیزی که رضا تعریف کرد بسنده بله کنید دیگه، بیش از این لو نمیدیم. الان در مورد فیلم میگم، در مورد فیلم میگم، منم از فیلم خوشم اومد و فکر میکنم که معمولا این فیلم ها به خاطر اینکه به قواعد ژانری باید وفادار باشن و توی یه قواعد مشخصی برن جلو، معمولا آدم ها زود از این ترس های تکراری خسته میشن و به یه فرسایش میفته. این فیلم از اون فیلماییه که حالا من معتقدم که توی همه فیلم ها ایده شاهکاره، یعنی ایده روی تخت سلطنت نشسته. اگه ایده درستی باشه تقریبا میشه گفت بیش از 50% 60% کار رفته جلو و اون کار اصلی تو ایده اتفاق میفته، یعنی ایده انقدر ظرفیت داره که تو بتونی براش هر کاری بکنی، قصه بگی، شخصیت پردازی کنی، چون ایده پتانسیلش رو داره. این از اون فیلماییه که به نظر من ایده اصل قضیه است و کل داستان اون ایده میبره جلو. خیلی لازم نیست، یعنی حتی اگه مثلا خیلی از این اتفاقات ما نمیدیدیم اون ایده انقدر ظرفیت داره که منو تا آخر بکشونه و این اصلا فارغ از ژانر وحشت و فارغ از هر ژانری به نظر من تو همه فیلم‌های سینمایی صدق می‌کنه. تو این فیلم ما اینو میبینیم و فکر میکنم اون چیزی که منو حداقل جذب کرد این بود که ما علی‌رغم این ظاهری که از زندگیامون میبینیم و داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم بدونیم یه چیزی هم اون زیر پنهانه، یه عالم ارواحی هست، انگار توی این عالم یه خبرهای دیگه ای هست و این جسارت رو به خرج بدیم که وارد اون دنیا بشیم و اصلا ببینیم که اونا با زندگی من چه کار میکنن، یعنی اینکه من وارد عالم ارواح بشم و اختیار سکان زندگی خودم رو در اختیار اون روحه قرار بدم و این ماجراجویی به نظر من فارغ از اون سطح ظاهری قصه برای خود من واجد یه لایه‌های مضمونی بود که خیلی توجهمو جلب کرد. I like him. They're not gonna stop. No, never gonna stop. They like you. Huh?
تو الان به عنوان یه فیلمنامه نویس اصلا به نوشتن یک فیلمنامه با ژانر ترس فکر کردی؟ آره خیلی. به ایده هم رسیدی؟ من یه سالها قبل یه ایده‌ای داشتم که متاسفانه ایده تو به رو خواهش نمیگم. کسایی که دنبال فیلمنامه الان منتظرم. ساخته شده این هالیوود لعنت الله علیه. پس اون مال تو بود. بله بله. بهش فکر کردم و فکر میکنم ما به همین دلیلی که حسن گفت ما معمولا وقتی میخواییم وارد فضای ترس و وحشت بشیم یه سری آموزه های مذهبی و دینی ما رو انگار مقید میکنه، محدودمون میکنه و میریم توی اون تعبیر و تفسیرهای دینی و مذهبی و از قصه گفتن باز میمونیم. من فکر میکنم این حالا در مورد این فیلم هم میشه اینو گفت، به نظر من بازتابه مذهبی داره برای هر مذهبی و هر دینی و یکی از برگ برنده های این فیلم همینه که وارد خط قرمزهای هیچ مذهب و دینی نمیشه. اینکه صرفا به روح اعتقاد داشته باشی کافیه برای اینکه این فیلم تا آخرش دنبال کنی. حتی اگه اعتقاد نداشته باشی بله، ممکنه بله. من اعتقاد نداشته باشم اما این فیلمو که میبینم یه ضربه اساسی بهم بخوره که ببین در یک وضعیت طبیعی ما، یعنی اگه این فیلم رو یه رئالیسم جادویی بدونیم، در یک وضعیت کاملا طبیعی ما رو برده به جهان ارواح که یه آدمی که ممکنه هیچ باوری به روح نداره هم حداقل امکان اینکه این جهان یه سطح دیگه ای هم داره رو بپذیره بله. و این کم توفیقی نیست برای یه فیلم ترسناک این امکان رو تو ذهن آدم ها بکاره. اونم فیلم اولی، یعنی کارگردانش فیلم اولیه و فکر میکنم یه همچین موفقیتی برای فیلم اولی خیلی زیاد باشه. اونم از مثلا سینمای استرالیا. البته استرالیا فیلم های هر چند سال یه بار یه فیلم شاخص داره، ولی اینکه یه فیلم کارگردان فیلم اولی بیاد فیلمش رو تو این سطح بسازه به نظر من محفظیت. یه فیلم ترسناک دیگه هم دیدیم که توی استرالیا ضبط شده بود، راسل کرو رو بازی میکرد. نه حالا الان که میگم ترسناک، شاید تو ژانرش حالا من دقت نکردم و خاطرم نیست که واقعا ترسناک بود یا شاید اسلشه رو فیلم خشن باشه. همین فیلم ایکس، فیلم ایکس رو دیدیم با هم یا اون چیزه بود، همین که این دختره خانوادهشو میکشت مینداخت توی رودخونه توی دریاچه بغل خونهشون، اسمش چی بود؟ اسمش یاد نمیاد. ایکس یه دو تا فیلم ساخته بودن دیگه. پر، الان یادم اومد. پر، فیلم پر اینم تو استرالیا ساخته شده بود که تیم فیلمسازی رفته بودن اونجا یک فیلم دیگه بسازن، به خاطر کرونا گیر میکنن توی استرالیا و میگن حالا که ما گیر افتادیم یه فیلم دیگه هم تو این موقعیت بسازیم و همونجا پرل رو مثلا پایریزی میکنن و میسازن و پرل رو هم حالا هم یکم اسلشره. اسلشره بیشتر. ولی خب یه مایه های ترس هم داره دیگه، یعنی شخصیت های روانی که کار خشن میکنن اینها پتانسیل ترس رو دارن. آخرین باری که ترسیدی کی بود؟ من خیلی کم میترسم، یعنی واکنش های عاطفی احساسی خیلی یعنی هیچ وقت اصلا آخرین بارش کی بود؟ من اون یعنی هیچ فیلمی هم نبوده که تو رو مثلا یک کمی به ترس بیاره؟ فیلم؟ نه چرا؟ این آره. سوال بعدیه. آره آره فیلم ها چرا؟ مثلا همین همین فیلمو که میدیدیم خب تو اون موقعیت تو تاک تومی رو با ما تو سینما دیدی؟ بله بله تو اون موقعیت ها واقعا موقعیت های ترسناکی بود، مخصوصا همین بچه‌ای که وارد ماجرا شد همش داشتم میترسیدم دیگه، مخصوصا وقتی که از 90 ثانیه داشت رد میشد دیگه واقعا حال بدی داشتم. یا اون دبنشز اینشیرین رو که دیدم واقعا خیلی موقعیت‌های ترس و دلهوره زیادی برای من ایجاد کرد. ولی خب در شهر بازی نمیری؟ شهر بازی چرا، سال 96 رفتم و سوار این چیز شدم و زهر ترک شدم. پس یه جایی هست که میترسم. آره. من هی داشتم فکر میکنم خدا یه جایی از همه میترسم. آره. اون شهر بازی منم میترسم. من خودم آخرین بار تمرین راپل بود، یه جایی رفتیم تمرین راپل و دفعه اولم بود و شاید حالا ارتفاعش مثلا 4-5 تا کانتینر بود ارتفاعی که بعد میومدیم پایین، تازه همه چی بسته و
یه نفر پایین مراقب، یه نفر بالا مراقب که هیچ اتفاقی برات نیفته. ولی اون لحظه که من پامو میذاشتم این لبه و خودم رها میکردم که تعادل توی اون حالت 90 درجه ایجاد بشه، پاهم از ترس ثابت نمیشد، همینجوری میلرزید تا اینکه دیگه بالاخره خودت رو رها بکنی. ترس واقعا موقعیت جذابی، یعنی یکی از احساساتیه که آدم رو اصلا معنای زندگی بهش میده، یعنی حس زنده بودن میکنی. یه جای دیگه هم که من خیلی احساس ترس رو تجربه کردم وقتیه که تو رانندگی آدم خوابش میخواد ببره و برای اینکه خوابت نبره پا رو میذاری رو سرعت و از سرعت بالا اون هیجان سرعت یه حالت ترسی داری، نکنه لاستیک بیو ترکی، نکنه ترمز نگیره، نگه دیگه اون بخواد خوابش ببره سرعتش رو بیشتر. واقعا این چیز دیگه، این یه چیزی آتش رو با آتش خاموش کردنه. تو کی آخرین بار ترسیدی؟ آخرین بار رو یادم نمیاد، ولی یکی از دفعه‌هایی که ترسیدم همین موقع رانندگی بود. یه سبقت خیلی ناجوری داشتم میگرفتم، از جلوی کامیونی اومد و در کسری از ثانیه اگه نمیپیچیدم الان اینجا نبودم. آخرین فیلم ترسناک خوبی که دیدی چی بود؟ همین تاکتون. قبلش هیچ فیلم ترسناکی رو سنشتی؟ نه، من مثل حسن اصلا اهل دیدن فیلم‌های ترسناک نیستم. یعنی چی بشه انقدر از اون فیلم تعریف بشنوم یا دوستانی که میدونم سلیقه‌شون مشابهه بهم سفارش کنن برم یه فیلم ترسناک ببینم. این یکی از همون فیلم‌ها. الان تو ذهنم اومد قطار بوسان بود که اون فیلم چیز دیگه زامبی، آره زامبی بود، ولی ارزشمندیش برای من این بود که دغدغه‌های اخلاقی خیلی جدی هم تو فیلم بله. بود و در این حال واقعا هم ترسناک بود برام. فکر کنم تو سال‌های اخیر این دست فیلم‌ها داره زیاد میشه که از لحاظ محتوایی اون ژانر رو ارتقا میدن. آره. یعنی نمیمونن توی قواعد تعریف شده اون ژانر و سعی میکنن که از اون چارچوبه بزنن بیرون، دنبال یه چیزی بیشتر از اون فضایی که اون ژانر بهشون میده هستن. قطار پوسان یکی از اون نمونه‌ها بود که علارغم ظاهرش که یه فیلم زامبی بود، آدم وقتی فیلم رو تا آخر دنبال میکنه میدید نه واقعا. شاید هم خیلی از این فیلم هایی که معروفن به فیلم های جنریک همین جوری باشن. آره. ما به خاطر پرهیزمون از اینکه اون فیلم ها رو نبینیم اصلا متوجه نمیشیم. ولی کسایی که زامبی جهان آره. معنایی اونجا هست آره. که ما ازش معروفیم. که زامبی بازن یا مثلا همین فیلم های اسلشر رو اینا میبینن. بازی رایانه ای علیش نیستی؟ من نه. اصلا. شما خیلی. ببین من دوباره دارم به موقعیت‌های ترسناک زندگیم فکر می‌کنم. بازی رایانی هم یکی از همون لحظاتیه که آدم می‌تونه خوب بترسه، چون مثل فیلم نیست که شما آمادگی اینو داشته باشی مثلا آشنا باشی حتی به موقعیت فیلمسازی، بگی خب ببین الان که صدای در اومد مثلا قرار یه اتفاق ترسناک بیفته، بعد من الان خودم آماده کنم نترسم، یا الان قبلش حتی به تو نشون بده که آقا اینجا یه سری مرده هستن الان اینا شاید زنده بشن یا همچین چیزی. ولی توی بازی اینجوریه که تو دل ماجرایی و هیچ میزانسن مشخصی نیست، شاید هر لحظه از هر طرف، مخصوصا بازی جدیدتر دیگه هر دفعه میریزه به هم سیستمش، هر دفعه امکان داره که یه نفر به تو حمله بکنه و واقعا حس جذاب و وحشتناکیه. از این عواطف دوری میکنم، بازی اول شخص معمولا نمی کنم، بازی اول شخص نصب نمی کنم اصلا. ولی یه سال پیش بود یه بازی اول شخص نصب کردم و مثلا فکر کنم یه هفته داشتم بازی می کردم و دیگه خیلی برام زیادی بود این همه ترس و هیجان و اینا دیگه. من حتی یه بازی ترسناک رو به خاطر اینا ترسیدم دیگه تا ادامه ندادم. خب جمع‌بندی تاکتومی، یه ویژگی ازش بگو که اگه کسی خواست این فیلم رو انتخاب بکنه برای دیدن به خاطر اون ویژگی باشه. ببین اولا یه فیلم خانوادگیه، یعنی ما در یک وضعیت خانوادگی دور همی تفریح شادی فیلم رو میبینیم که به هر حال میشه هم فیلم رو خانوادگی و دور همی دید. مسئله بعدی هم که برای من خیلی مهم بود این بود که ما اون تغییر آدم‌ها رو خیلی واضح تو این فیلم می‌بینیم. یعنی یه فیلمی نیست که با آدم‌های تخت بیروح اینا سر و کار داشته باشیم. نه، آدم‌ها اینا که همشون می‌خوان تجربه کنن، همشون دنبال هیجانن و همشون تو این دو ساعتی که فیلمو داریم می‌بینیم از این رو به اون رو میشن و اینم برای من خیلی جذاب بود.
یه ویژگی بگو که به خاطر اون برم فیلم رو ببینم. منم اگه بخوام یه ویژگی بگم اینه که فیلم ما رو توی موقعیتی قرار میده که بین منافع خودمون و اون چیزی که باید مثلا دوست داریم بهش برسیم و منافع دیگری، مثل وضعیتی که این دختر در مقابل اون نوجوانی که بدنش میزبان اون روحه قرار میگیره، اونجا اون عمق اخلاقیه که آدم باید تصمیم بگیره که حالا من اون چیزی که خودم میخوام و انجام میدم یا برای کسی دیگه از خودم میگذرم. من اینو به نظر من یه ویژگیه که حالا ما رو این قصه ما رو درگیرش میکنه که شاید تو خیلی از موقعیت روزمره هم شاید برامون پیش بیاد که ما خودمون رو ترجیح میدیم یا نه دیگری رو، یا یه خود فراتری که همه اینا رو شامل میشه. هنرش این بود که واقعا یه دوراهی اخلاقی واقعی و ملموس بود، یه جوره نمیتونی از ذهنت کنارش بذاری بگی نه من به این فکر نمی کنم. نه حتما سرش اگه قرار بگیری مجبوری انتخاب کنی. خب تاک تومی رو نبینید، ما اسپویلش کردیم براتون، همه نکات و ویژگی‌هاش هم بهتون گفتیم. اگر که ببینید امکان داره که بترسید، امکان داره که فیلم رو تا انتها نبینید. اگر که دچار بیماری‌های قلبی هستید نبینید. با خانواده آخه کی میشینه فیلم ترسناک ببینه؟ به حرف ما گوش نکنید، این فیلم‌ها رو نبینید. و فیلم‌های بهتری هست که بعید ما بریم سمتشون و اونا رو بخوایم به شما معرفی بکنیم. برید همون فیلمایی که بقیه میگن، ببینید فراستی چی میگه، اونا رو ببینید. حرف ما رو گوش ندید تا برنامه بعد.